خب ولش کن، بذار سر جاش، کار دستمون میده. ولش کنم به امان کی؟ حالا میخوای چیکار؟ بزرگش میکنم، خدا روزیشو میرسونم. هی مش کاظم، تو که مرد مؤمنی هستی چه تو بچه سرایی خونت میبری ها؟ پس میگی چیکارش بکنم؟ یه بچه به این نازنینی رو چیکارش بکنم ها؟ ولش کنم که سگا بخورنش؟ ولو بهتر ببریش پرورشگاه، اونا بهتر از من و تو بزرگش میکنن. راست گفتی، میبرمش. خداوند ننه بابا تو بیامرزه. خدا به همراهت باشه. مسلمانون سه درد آمد به یک بار، ملک جان اسیری یا غریبی یا غم یار، ملک جان اسیری یا غریبی دان چاره، ملک جان دوری یار نادلوون پاره، ملک جان هندی هندی، ملک جان غسل هندی، ملک جان فلفل هندی، ملک جان خیل تندی، ملک جان خدا قوت منش ابراهیم. یا الله مرزا احمد آقا، چطور شد امروز یاد ما کردی؟ بفرما بشین. اومدم کت خدا غلام حسینی ببینم. کت خدا غلام حسین؟ هی اگه بدونی چه مصیبتی به سرش آمده. ده چه مصیبتی؟ بشین تعریف کن ببینم. گوش کن، به شرطی که به کسی نگی ها. خیلی خوب بگو، جایی نمیگم. من از ارباب واسش پیغوم آوردم. ببینم، تو برادرزاده مشت غلام حسین میشناختی؟ کی نرگس؟ همون که تابستونی پیش ارباب کار میکرد. منم اومدم ببرم شهر پیش ارباب کار کنی. چه تو شده مگه؟ نرگس ببری؟ میدونه که کت خدا غلام حسین با خون دل اون یادگار برادرش بود بزرگ، اما الان باعث ننگش شده. آخه چطور باعث ننگش شده؟ میدونی چیه؟ آخه اون به چه زایده معلوم نیست پدرش کیه. راست میگی؟ آره بله، مشتی غلام حسین کت خدا تا فهمید خواست دخترش بکشه، اما دخترم فهمید و به چهره برداشت فرار کرد. تا حالا آمدی اونو میخوای ببری واسه اربابت؟ مگه کلفت و نوکر تو تیرون قطعیه؟ آخه اون دختره رو میخوای چیکار کنی؟ اون دیگه حالا باعث ننگ و آبرو ریزیه. بابا راست میگی، ارباب اونو میخواد چه کنی؟ از کجا آوردنش؟ از دهات قزوین، امروز آوردنش کلانتری. بسیار خوب، متشکر. شما میتونید تشریف ببرید. دختر قشنگی. لابد دارید فکر میکنید چه اسمی واسش انتخاب کنید. اتفاقا همینطوره. خب چه اسمی براش بذاریم خوبه؟ ناهید بذاریم چطوره ها؟ اسم قشنگیه. بله، ناهید عبدالله. ببینید، راستی یادتون نره لباس و هرچی که امراش هست اینجا بیارید، شاید اونا یه روزی به درد ناهید خانم بخوره. خیلی متشکر میشم. بسیار خوب. بله بله، حق با شماست، قبول میکنم. آقای معتمد، حقیقتا باید به شما تبریک بگم. شما خیلی خوب مواظب این بچه ها هستید. هی بابا، وظیفه من کار مهمی نمی کنم. وانگهی اینا با بچه های خود من هیچ فرقی نمی کنم. فقط امیدوارم که برخلاف پدر مادرشون برای جامعه افرادی صالح و مؤثر باشن. آقای دکتر انشالله. چه بچه قشنگ و ملوسی. مثل اینکه تازه وارده، هفته قبل اینجا ندیدنش. درست آقای دکتر. اینو امروز آوردن. اسمش هم ناهیده. از کجا آوردنش؟ از دهات قزوین آوردن. از قزوین؟ بله آقای دکتر. عجیبه، همشهری منه. راستی؟ با اجازه من مرخص میشم. خواهش میکنم آقای معتمد، من دیگه باید از شما خداحافظی کنم. خیلی متاسفم که شما را از دست میدیم. شما یکی از اعضای مؤثر این پرورشگاه بودیم. خب چه میشه کرد؟ من اگه در اروپا هم باشم همیشه دلم اینجاست. خداحافظ. 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 مرمتون زیاد. مرمت زیاد.
دیر خوب داشتیم اونم از دست دادیم. راستی کجا میخواد بره؟ برای مطالعه میره به اروپا. لابد زود برمیگرده. نه اتفاقا 7-8 سال طول میکشه. شایدم بیشتر. چیه ناهی؟ چه سوالی داری؟ میخواستم بپرسم که یتیم یعنی چی؟ یتیم یعنی کسی که از نعمت داشتن پدر و مادر محرومه. یعنی مثل ماها؟ متاسفانه بله ناهید، بله. چرا ما یتیم هستیم؟ برای چه خدا ما رو آفریده؟ برای اینکه مردم بتونن شماها رو دوست داشته باشن. شماها رو که مثل شکوفه های بهاری زیبا هستین. پس ما همه شما رو دوست داریم. شما یتیم هستی؟ خدایا چرا ما این یتیم شدیم؟ چته ناهید؟ باز امشب ناراحتی؟ هیچی، فکر میکردم که سرنوشت ما چی میشه. بالاخره هر طور باشه خدا ما رو خلق کرده، خودش هم ما رو حفظ میکنه. راستی ناهید جون، کار دستی تو تموم کردی؟ آره داره تموم میشه. من مطمئنم که جایزه رو تو میبری. خوش به حال اون کسی که اونو ببره. یه دستبند طلا جایزه خوبیه. خدا کنه اون به من برسه. دستبند طلا به چه درد ما میخوره؟ کاش در عوض پدر و مادر داشتیم. حتی یه پدر و مادر فقیر. سلام ناهید جون، چطوری دخترم؟ حالت خوبه؟ متشکرم، خوبم. از جشن پارسال تا حالا خیلی بزرگتر و خوشگلتر شدی دخترم. خب امسال چی درست کردی؟ خیلی قشنگه، اینطور نیست جنت؟ ای، بد نیست. اتفاقا خیلی هم قشنگه، بهت تبریک میگم دخترم. متشکرم. کار دستیات خیلی خوبه، حتما تو برنده میشی. این قشنگه، نه او، ببین. بله، تو راست میگی. آفرین، خیلی قشنگه. به تو تبریک میگم، حتما تو جایزه رو میبقی. سلام آقای معتمی. سلام آقای دکتر. من از شما خیلی متشکرم که لااقل هر سال یادی از ما میکنید و پیش ما میایید. ممنونم. اتفاقا منم هر وقت اینجا میام خیلی خوشحال میشم، برای اینکه حس میکنم بازم یکی از اعضای این پرورشگاه هستم. خب حالا وضع پرورشگاه چطوره؟ خوبه؟ بسیار خوبه، ولی اداره پرورشگاه بعضی مواقع به اشکالات بزرگی برخورد. چه اشکالی؟ مثلا دخترایی که اینجا به سن 18 سال میرسن ما نمیدونیم چی کارشون بکنیم. به ندرت کسی پیدا میشه باشون ازدواج بکنه. اما اگه موافقت کنید من یه فکر خوبی کردم. چه فکر؟ فکر میکنم هر وقت جای خالی در بیمارستان باشه یکی از این دخترها رو استخدام کنیم. چطور آقای معتمد؟ بسیار فکر خوبیه. کاش تمام دکترها مثل شما فکر میکردن. مثلا همین دختره ناهید یکی از دخترهای خوب این پرورشگاه است. آقای دکتر نمیدونید چه دختر خوبیه. من فکر میکنم این از همه بهتره. آه دکتر، کجا رفتی؟ اصلا به نفع خودشون آقای معتمد. بله. آه جنت اومدی؟ آه دکتر دیر شد، سینما شقوق میشه. آه راست گفتی. خب آقای معتمد من فردا با تلفن خبرتون میکنم، فعلا با اجازه. خواهش میکنم. خدا مرمتون زیاد. بریم عزیزم. خدا حافظ.
ناهی. بله خانم. بیا اینجا دخترم. چشم آمده. به تو تبریک میگم. دکتر ناصری اومده تو رو انتخاب کرده که بری بیمارستانش کار کنی. بیای تو. سلام آقای معتمد. خب شما چطورید نایید خانم؟ ببخشید آقای دکتر، مگه شما نایده میشناسید؟ بله. بله آقای مدیر. آه که اینطور، بفرمید خواهش. با اجازه. معذرت میخوام، اگه ممکنه این امضا بفرمید. بسیار خوب. مانعی نداره. متشکرم. خب آقای معتمد، دیگه فرمایشی نداری؟ عرضی ندارم. با اجازه. صبر کن نایید. یه چیز دیگه هم تو پیش من داری. من فراموش کردم جایزه تو بهت بدم. جایزه؟ بله دختر. دیروز اداره پرورشگاه برای کاردستی تو که از همه بهتر بود یه جایزه خوب تعیین کرده. یه دست. ولی بگین ترتیب استخدام نایت خانم رو در بیمارستان بدن. از امروز ایشون به عنوان پرستار استخدام شدن. حقوق ماهیانشون هم 300 تومنه. فعلا 500 تومن به عنوان مساعدی داده بشه که هر ماه 50 تومن از حقوقشون کسر کنن. بازه تو بده ببینم. بی انصاف. این نبض منه بگی ببین نبضم تندتر میزنه یا قلبم تندتر میزنه. آخه یه دقیقه دست بذاری رو قلب من چطور میشه؟ شب بخیر. شب بخیر. وای کلم ترکید. چه فرمایشی دارید؟ تشنم. تشنگی دارم. به جون شما آتیش میگیرم. نمیدونی چطوری دارم میسوزم. یه چیکه آب بده من. جیگرم داره میسوزه. یه چیکه آب. یه چیکه آب. اینم آب. دیگه چی؟ آخه اگه بدونی چمه. راستی نمیتونی یه قرص به من بدی که خوابم ببره و همه چیز این دنیا رو فراموش بکنم؟ آقا جون چی رو فراموش بکنی؟ فراموش کنم که تو چقدر خوبی اما نامهربون. آقا این احتیاج به قرص نداره، فقط کمی عقل میخواد. شب بخیر. متشکرم. شما درست میگی. وای ناهی، دلت بخواد یه داستان برات تعریف کنم؟ چه داستانی؟ داستان عشق خودم. نه، حالا حوصله ندارم، باشه برای بعد. آه، تو چه میفهمی عشق چیه؟ حالا که همچی شد، اصلا برات نمیگم. دخترم معذرت میخوام که اذیتت کردم. نمیدونم چرا خوابم نمیبره.
شایدم از خوشحالی، چون من فردا مرخص میشم. بله استاد، مسکن داریم، ولی سعی کنین که بدون اون بخوابی. الانم آدرس منزلم بهت میدم که بیای اونجا. کتابخونه من در اختیار توست و میتونی ازش استفاده کنی عزیزم. متشکرم استاد. اگرم یه موقع در زندگی به کمک احتیاج داشته باشی، با کمال میل به تو کمک میکنم دخترم. متشکرم استاد، خیلی ممنون. دارم دیوونه میشم، همش چهار ماه میکنه باز بهش اضافه حقوق دادن. اون وقت ماها که 3-4 ساله زحمت میکشیم هیچ کس برامون تره خورد نمیکنه. خدا شانس بده. البته جونم، چرا اضافه نکنن؟ آخه اون خوشگله، خیلی هم خوشگله. اون اضافه حقوق نگیره کی بگیره؟ بسه دیگه، خجالت بکشید. کدوم یکی از شما بیشتر از من بهتون اجازه نمیدم پشت سرش بده بیرا بگی. اون از تمام ماها بهتره. خیلی خوب، بس دیگه. ممکنه از تو بهتر باشه. تو چته اینقدر سنگ اونو به سینه میزنی؟ بله خانم لادن، آخه اون که مثل شماها نیست که همش راندوو بذاره یا کیفش پر از نامه های عاشقانه باشه. زبونتو کوتاه کن و الا پته تو هم رو آب میندازن. چی؟ پته منو؟ بله تو رو. ول کنین بابا، چرا انقدر با هم دیگه دعوا میکنین؟ بچه ها شما چیز لازم نداری؟ نه جناب، خیلی ممنونم. تو که امروز روز راحتیته. نه تو میخوای بری بیرون؟ آره یه چیز میز بخرم، بعدم شاید برم دنبال اتاق. آه پس منم باهات میام. خب پس من میرم لباسمو عوض کنم، اگه میای بیا بریم. بفرمایید. متشکرم. ببخشید خانم، آقای دکتر ناصری تشریف داره؟ بله، چه فرمایش داشتی؟ خواهش میکنم این کارتو بهشون بدید. چشم. بسیار خوب. متشکرم. مهبه، سلام آقای نامه، چه خوب شد که تشریف آوردید. بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم. دکتر. ممنونم دکتر. اوه، ناهی. سلام آقای مدی. سلام. سلام. خب، از کارت راضی هستی؟ ممنونم. البته با وجود شما و محبت های آقای دکتر چطور ممکنه راضی نباشم؟ با اجازه شما. خدا. شما رو به خدا آقای دکتر، مواظب این دختر باشید. اون یکی از بهترین دخترهای پرورشگاه من بود و یکی از بهترین پرستارای بیمارستان من. همین انتظارم. ببینید آقای معتمد، برای همینم من شما رو اینجا خواستم که اگه نظیر این دختر تو پرورشگاه شما باشن به ما معرفی کنید. خب حالا بفرمایید. خواهش. حق با تو لادن، حتما همینطوره. چون ببین نه نامه‌ای براش میاد نه قوم خیشی داره، همیشه تنهاست. ولی با همه این حرفا برای دومی مرتبه است که واسهش اضافه حقوق اومده. پس ما باید فکر کار دیگه‌ای برای خودمون باشی. اشتباه میکنی، اتفاقا اونه که باید از این به بعد فکر کار تازه‌ای برای خودش باشه. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، نقدر مورد توجه دکتر ناصریه. هر چی که میخواد باشه. صبر کنی من امروز یه سری به پرورشگاه بزنم، اون وقت خبرشو برای شماها میارم. موافقی؟ اگه بدونی چقدر شماها رو دوست داره. بله، منم اونو خیلی دوست دارم، مثل دخترم بود. تو مریض خونه راحته؟ اونو دوست داریم، مخصوصا دکتر ناصری که حقوقش هم دو دفعه زیاد کرده. خب همشری هستن دیگه. چی؟ همشری هست؟ بله. همشری یعنی چی؟ ناهید رو در اطراف قزوین پیدا کردن. دکتر ناصری هم اهل قزوینه دیگه. که اینطور؟ باید همه بیمارستان بدونن که ناهید یه دختر سرراهیه، نه پدر داره نه مادر. حالا فهمیدین؟ خب ایشالله مبارک باشه. اما راستی بفرمایید ببینم، شما اینجا تنها میخواید زندگی کنی؟ بله تنها، برای اینکه من اهل تهران. پس اهل کجا هستی؟ اهل آبادانم. اهل آبادانی؟ اتفاقا دختر خود منم اونجا زندگی میکنه، الهی قربونش برم. خب خانم با اجازتون مرخص میشم، باید اساسی خونه بخرم، ضمناً پیشکرارم براتون میارم. بفرمایید. به سلامت. خدافظ جان. قربون قدمتون. بفرمایید. میدونی ناهید دختر سرراییه؟ فهمیدی؟ چی شده؟ ناهید دختر سرراهیه. راست میگی؟ برو تو.
ناهی دختر سر راهی آچی. مهنگم از پرده در آیی در شادی بر من بگشایی، مهل رفته ترسم که نیایم ز فراغش عمرم به سرایم. همسایه تو هستم ای زیبا، سرگشته همچون مهتاب در شبها، بجو دلم را تو غافل از ما، چرا نشستی چرا نشستی؟ بده تو ساغر ز جام چشمت به شور و مستی، به شور و مستی. فنای عاشقان را میخوایی نگارا، بهای بوسه جان را میخوایی چه خواهم، وفای گل را خان را میخوایی نگارا، بهار جاودان را میخوایی نگارا، بهار جاودان را میخوایی. وفای گل را خان را میخواهم نگارا، بهار جاودان را میخواهم نگارا، بهار جاودان را میخواهم. سلام علیکم. سلام علیکم. اجازه میدین؟ خواهش میکنم بفرمایید. سلام خانم. سلام جناب. رخشو لازم نداری؟ آه چرا اتفاقا لازم دارم. بفرمایید بشینید. ستاره خیلی خوب دختریه، اگه کار خونم داشتین براتون انجام میده. بگی بشین ستاره جون. خب ستاره بگو ببینم خونتون کجا؟ خونم شمرونه خانم. از اونجا میای اینجا؟ چی کار کنم؟ باید نونم و درارم. خب پس هفته یه روز به من سر. چشم خانم. خب فرمایشی نداریم؟ نه جونم. با اجازتون. خداحافظ. خداحافظ جونم. به سلامت. راستی دکتر ناصری دو سه روزه که نیومده، نکنه مریض باشه؟ آره مریضه. آه پس بیا بریم عیادتش. بریم چه کنی؟ نمیدونی چه زنی داره. چطور مگه؟ زنش انقدر گنده دماغه که چی بگم. من نمیام، خود تنها برو. خب حالا که تو نمیای من میرم. خداحافظ. خداحافظ.
سلام آقای دکتر، خدا بد نده. سلام ناهید جون، خیلی متشکرم. حالتون خوب آقای دکتر؟ الحمدلله بد نیست. تمام بیمارستان نگران حال شما هستن. سلام خواهد. جانت، با ناهید آشنا بشی. آها، همونیه که از پقوقشگاه آقلوختیش، نیست؟ آقای دکتر، با اجازتون من مرخص میشم. خداحافظ. خیلی متشکرم دختر جان که به عیادت من اومدی. خواهش میکنم آقای دکتر، وظیفه من بود. امیدوارم حالتون ممنون. به زودی خوب بشه. مرحمتون زید. خداحافظ خانم. این چه طرز حرف زدنیه جنید؟ بازم نیشه تو زدی؟ چه نیشی زدم به اون من؟ چرا احساسات مردم رو خورد میکنی؟ این حرفا رو به دخترایی میزنن که ولگرد و فاسد باشن، نه به دختری که از برگ گلم پاکتره. آخه گناهش اینه که تو پرورشگاه بزرگ شده؟ خوبه، نمیتونستم اینقدر موقع توجه شماست. من از این دختر خوشم نیومد. برعکس، ببین چه دختر نظر بلندیه. دستبند 1000 تومانیش رو که بهش جایزه داده بودن بخشید به یک دختر مستحق. اینم از حقه هاشه، این کارها میکنه که نظر تو جلب بشه. تو هم اینقدر ساده هست که زود باغ ور کرد. جون چته؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چیزی نیست. نمیدونم من چه گناهی کردم که هیچ وقت نباید روی خوشبختی رو ببینم. این چه حرفیه میزنی؟ کاشکی من به جای تو بودم. تو به جای من بودی؟ هیچ کس دلش نمیخواد به جای من باشه. اگه اینطوره پس چرا پرستارای اینجا اینقدر نسبت به تو حسادت میکنن و هر روز یه حرف برات در میارن؟ آخه چرا؟ من که به کسی بدی نکردم. راجب میگفتن، ها؟ راجب تو میگفتن که... میگفتن... چه میدونم؟ همش مزخرف میگفتن. اصلا ولش کن. یعنی میخوای بگی همه فهمیدن که من نمیدونم، ولی داشتم میگفتن که تو دختر سر راهی هستم، نیست؟ ببینم، مگه تا حالا این موضوع رو نفهمیدی؟ نه، چطور مگه؟ اون همیشه متوجه شماست. آها، عجب، نمیدونستم. مبارکم باشه. آره، چه میدونم والا، از دست جوونا. خب پاشم برم به کارام برسم. سلام خانم. آه، ستا. سلام استاد. آه، سلام نایی. آیش میکنم استاد، به من ناهید خانم نگی، به من بگی دخترم، البته که قابل باشم. آرزو داشتم دختری مثل تو داشتم. نه استاد، کسی راضی نمیشه که من دخترش باشم. چرا دخترم؟ برای چی ها؟ من کسی هستم که از پرورشگاه اومدم. تو چه گناهی کردی دخترم؟ بیا بشین عزیزم، بشین دخترم. به تو ظلم شده. بله، پدر و مادرم به من ظلم کردن. مردم همه به من به چشم حقارت نگاه میکنن. آخه گناه من چیه؟
گوش کن دخترم، با این که من آفتاب عمرم بر لب بامه، ولی اون روز که برای عمل به بیمارستان اومدم احساس کردم که دلبستگی شدیدی به دنیا دارم. زندگی خیلی شیرینه دخترم. بله، شاید برای عده شیرین باشی. برای تو باید شیرین تر باشه، تو هنوز در بهار زندگی هستی. به خدای خودت ایمان داشته باش، در هر پدیده حکمتیه دخترم. آخه این چه حکمتیه که همه چیز بر علیه من؟ آه دخترم کفر نکن، ادراک حکمت الهی در حد فهم هر کسی نیست. پس من به لطف خداوند میتونم امیدوار باشم. آره دخترم امیدوار باش، به خدا ایمان داشته باش. ضمناً هر ناراحتی که داشته باشی من حاضرم بهت کمک کنم. نهار حاضره. پاشو دخترم، بعد از نهار کتابی بهت میدم بخونی که خیلی به دردت میخوره. خودتو ناراحت نکن عزیزم. بیچاره، هیچ متوجه شدی شب و روز آواز میخونه و از عشق و عاشقی دم میزنه؟ معشوقش هم دوستش داره. بمیرم واسط. سلام، حالت چطوره؟ خب بشین ستاره جون. نه همینجا بشین. راستی ستاره، دلت میخواد با مدیر مریض خونه صحبت کنم اونجا استخدام بشین؟ مریض خونه؟ کدوم مریض خونه خانم؟ مریض خونه دکتر ناصری، همونجا که من کار میکنم. ممکن نیست حرف منو رد کنه. ولی خانم جون من دیگه نمیتونم کار کنم. چرا؟ انشالله خدا قسمتتون کنه، آخه من میخوام عروسی کنم. خوب مبارکه. داماد کیه؟ پسر عموم رجبه. پسر عمود؟ حتما خیلی دوست داره. بله خانم خیلی، جوون پدر مادر داریه. پدر مادر دار؟ بله ناید خانم، خیلی پسر خوبیه. خوب مبارکت باشه. چه کاره هست؟ باغبونه، پیش یه نفر عیون کار میکنه، 10 فرسخ بالای سد کرجه. پس لابد میخوای بری اونجا زندگی کنی؟ نه معلومه خانم، هر جا که شوهرم زندگی بکنه منم باید همونجا باشم. البته همینطوره. خب خانم دیگه با اجازتون من مرخص میشم. فرمایشی ندارین؟ نه صبر کن، حسابتو بهت بدم. در ضمن اینم شیرینی عروسیته. تو رو خدا لازم نیست، خجالتم نده. این حرفا چیه ستاره جون؟ منو مثل خواهر خودت بدون. خدا حفظتون کنه، خدا انشالله مراد شما رو هم بده. خدافظ. صبر کن منم دارم میام. بفرمایید. ادعا میکنه که دختر منه. بله آقای دکتر، حتی شایع کرده که به خاطر همینه که چون شما تو بیمارستان بهش محبت میکنین حقوقش هم اضافه کردین که این سر رو حفظ کنه و به گوش خانومتون نرسه. عجیبه، نمیدونستم این دختر اینقدر نمک نشناسه. جلوی کی این حرفا رو زد؟ جلوی همه آقای دکتر، فرح، فتانه، حتی حاضرن شهادت بدن. پس چرا این مطلب رو زودتر به من نگفتی تا تکلیفش رو روشن کنم؟ والا آقای دکتر اون اول به ما هیچی نگفت، همین که فهمید هممون میدونیم که از پرورشگاه آوردینش، اون وقت برای اینکه خودشو تبرئه کنه این حرفو به ما زد. خب که اینطور، برای اینکه خودش از سرکوفت دیگران حفظ کنه حیثیت و آبروی منو مورد معامله قرار داده. بله، حتی گفت اگه باور نمی کنین اینم شناسنامم از قزوینه. قزوین؟ یعنی همشهری دکتر هستم. چون شما بهش خیلی محبت می کردین می گفت این خودش بزرگترین دلیله که دکتر من از پرورشگاه به اینجا آورده تا همیشه جلو چشمش باشم. عجب نمک نشناسی. برو صداش کن بیاد اینجا. خواهش می کنم دکتر، من نمی خوام بهش بدی کرده باشم. گذشته از این نمیخوام اون بفهمه که من یه دفعه به تو گفتم برو بهش بگو بیاد اینجا. چشم، اطاعت میشه. بیای تو. بله آقای دکتر، فرمایشی داشتی؟
خب نایت خانم، تو خوب میدونی که من اهل قزوین هستم. بله آقای دکتر. شما مثل این که بهانه خوبی به دستتون رسیده که بتونید دروغای بزرگی رو به هم ببافید. خواهش میکنم آقای دکتر، چی میخواید بگید؟ من باز حس میکنم که بدبختی و مصائب زیادی در پیش دارم. دختر احساساتی هستی، به همین جهت دستبند قیمتی رو که بهت جایزه داده بودم به دیگری بخشیدی. میدونی؟ فقط برای اینکه بتونی نظر منو جلب بکنی. و بعد از این همه اطمت و محبت که تو رو از فقر و بدبختی نجاتت دادم و به اینجا آوردمت، حالا کارت به جایی رسیده که داری ادعا میکنی که من پدر تو هستم. من گفتم کی؟ پیش کی؟ تو تمام بیمارستان این صحبت ها پیچیده. حالا میخوای بدونی کی گفته؟ بیا برو. بله آقای دکتر. لادن رو صدا کنید بیا. چشم. آقای دکتر با شما کار دارم. بیا اینجا لادن. بله آقای دکتر. خب خانم به شما چی گفتن؟ درسته یه چیزایی گفتن ولی نمیخواستن به گوش شما برسه. چی رو من گفتم؟ حرف بزن لادن. بله گفتن که دختر شما هستن. من گفتم؟ گوش کن ناهید، من برای اولین بار از اینکه در زندگیم به یک انسانی مثل تو خوبی و احسان کردم متاسفم، ولی مثل اینکه خوبی به دخترای امثال شما فایده ای نداره. بله نه، من در تمام عمرم شرافتمندانه زندگی کردم، ولی تا حالا میخوای آبرو و حیثیت منو از بین ببری. من حرفی ندارم، از خودم هم دفاع نمی کنم، ولی خدا شاهده که من بیگناه. چه خبره؟ با صداتون میاد. چیزی نیست، تموم شد. من دیگه به وجود ناهید احتیاجی ندارم. خب لباساتونو تحویل بدید و برید پیش رئیس حسابداری و حسابتونو تصفیه کنید و گواهی نامه استخدامتونم بگیرید. خوش آمدید. بفرمایید. کجاست؟ ناهید خانم کیه پدر؟ همون ناهید کافیه، حالا دیگه عروس شماست. خونمون؟ خب ونک دیگه. ونک؟ بله پدر خدا بیامرزش وقتی که مریض شد یه خونه کوچیکی اونجا خرید که بتونه آب و هوای سالمی داشته باشه. خب پس انشالله ما میایم اونجا زیارتتون. البته پدر. ونک جای بسیار خوبیه. خب بگو ببینم از دهات خوشتون میاد؟ بله خیلی دوست دارم. پدر جون ناهید که از دهات چیزی ندیده، وقتی که ما رسیدیم هوا تاریک شده بود. فردا صبح انشالله میبرم همه جا رو بهش نشون میدم. چی رو نشونش میدی؟ کسی که تو تهران زندگی کرده ساختمونای بلند بلند دیده از دهات خوشش میاد. مثل اینکه خسته هستید، بهتر نیست که بفرمایید استراحت کنید؟ بله پدر جون، به نظرم ناهیدم بیمیل نیست که استراحت بکنه.
خب پس اتاق ناهید خانم رو نشونش بدید. بفرمایید دخترم، بریم اتاق تو نشون بدم. شب بخیر. برو جونم. راستی به من نگفتی اسم پدرش چیه؟ اسم پدرش عبدالله. عبدالله؟ چطور ممکنه دختری رو بدن دست یک جوونی که هیچ رابطه قانونی و شرعی بینشون وجود نداشته باشه؟ آخه پدرش که مرده غیر از مادرش هم کسی رو نداره. آها بله، مادرش هم به من خیلی اطمینان داره. اجازه بدی پدر بفرم. خب چطور با هم آشنا شدین؟ در یه مهمونی خصوصی دعوت داشتم. ناهیدم با چند تا دختر اونجا بودن، همونجا با هم آشنا شدیم. کی؟ تقریبا دو هفته پیش. آخه تو به این زودی چطوری تونستی بفهمی اخلاقش چیه و اصل و نسبش کیه؟ مثل اینکه شما زیاد راضی نیستین پدر. ما از هر جهت با هم توافق داریم. پدر نمیدونی چه دختر خوب و مهربونیه. من اطمینان دارم که اونم به من علاقه داره. آخه پسر جون، این یه کار ساده نیست، مسئله زندگیه. فوراً هم نمیشه جواب داد آره یا نه. چرا پدر؟ الان بهت میگم. تو دو هفته وقت داشتی به قول خودت تونستی اخلاقشو بفهمی. اقلن به منم یک هفته مهلت بده تا به تو جواب بدم. شب بخیر. مادر، بابا مثل اینکه به این زودی ها نمیخواد به ما جواب بده. حق با اونه پسرم. آخه ما که جز تو کسی رو نداریم. الحمدلله دکتر بزرگی شدی. بابات هم خیر تو رو میخواد. مثلا میخواد دختر یه نفر اعیان و سرشناس بگیری تا اقلا باعث افتخار پدرت بشه. یعنی میخوای بگی با ناهید موافق نیست؟ برای اینکه فقیر و یتیمه؟ لابد کسی رو میخواد به من بده که باعث افتخار خودش بشه، نه من. مادر؟ نه، مقصودم این نیست پسرم. میدونی پدرت هم هر چی میگه به نفع خودته. مادر، دختری که به درد من میخوره همینه. من اونو دوستش دارم و بدون اونم نمیتونم زندگی کنم. اگه تو خوشبختی منو میخوای باید بابامو راضی کنی. اگه دست من باشه، من جز سعادت و خوشبختی تو چیز دیگه ای نمیخوام. من اطمینان داشتم که تو هم همینو به من میگی. مادر، تو رو به خدا پدرم حاضر کن، موافقت کن. خدا به من کمک کنه تا بتونم به میل تو رفتار کنم. من سعی خودمو میکنم. خداحافظش. خداحافظ. خیلی متشکرم. خدا به همراهت پسرم. خداحافظ مادر. احتیاط کن پرویز. چشم. خداحافظ پدر. خدا نگهدار. خدا حافظ پدر. آقای پرویز خان، آقای پرویز خان صبر کنید. سلام. چی میگی؟ من ستاره زن رجبم. این سبد میبرم برای شما فرستاده. اوه، زن رجب. خیلی خوب، بده من. راستی سلام منو. چشم آقا. ناهید خانم، سلام. سلام. به به، چه عروس قشنگی داریم. برم با آقا بزرگ تبریک بگم. متشکرم. خداحافظ آقا. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ آقا. سلام آقا. سلام خانم. پرویز خانو دیدم با ناهید خانم بود. مگه تو ناهیده میشناسی؟ بله آقا، خیلی هم خوب میشناسم. اون از کجا میشناسی؟ خانم جون، من قبل از اینکه زن رجب بشم براشون رخ میشستم. خانم، به جون شما نباشه، به جون رجب که از تخم چشمم بیشتر دوستش دارم، نمیدونین چه دختر خوبیه. آخ، خدا کنه حرفم راست در بیاد و اینا با هم زن و شوهر بشن. خب کجا زندگی میکرد؟ مفتاباد دیگه. مفتاباد؟ بله آقا، به مرگ رجبم دروغ نمیگه. با کی زندگی میکرد؟
هیچ کس خانم. آه، تنها زندگی میکرد. تو مریض خونه پرستار بود. کدوم مریض خونه؟ پیش کدوم دکتر؟ پیش کدوم دکتر؟ پیش آها یادم اومد، مریض خونه دکتر ناصری. دکتر ناصری؟ بله آقا، خود ناهید خانم به من گفت، حتی خواست منو ببره اونجا پیشش کار کنه. خب اگه اینطوره، دکتر ناصری رفیق منه، حتی مثل برادر منه، تو هم که خوب میشناسیش. آه البته که میشناسم، همون که زن فرنگی داره نیست؟ آه الهی، اینا زودتر با هم زن و شوهر بشن، من نذر کردم هر وقت ناهید خانم عروسی کنه، تو عروسیشون برخصم. خفه شما رو گم شو. آه چته، چرا اینقدر عصبانی میشی؟ حالا دیدی خانم عزیز پرستارو و توی مفتابات زندگی میکنه؟ پدر خدا بیامرزش هم که تاجر نیست. من میدونستم این پسره به من دروغ میگه. شاید موقعی که پدرش مرده ناچار شده بره پرستاری کنه که نون در بیاره. این که عیب نیست. عیب نیست، عیب نیست. ممکنه. در هر حال دیر یا زود من به تمام قضیه پی خواهم برد. خودتون حاضر کنید، فردا به تهران برمیگردیم. پرویز، حالا که همه چیزو برات گفتم فکر نمی‌کنی رسوا بشی؟ چرا، مگه این دختره ستاره جریانو میدونه؟ نه، اون نمیدونه که من از پرورشگاه اومدم. فکر نمی‌کنی کسی بهش گفته باشه؟ فکر نمی‌کنم. مرضی فقط اینو میدونست که من اهل آبادانم. همین. پس جای امیدواری هست. بفرمایید. خب آقای مسعود، دکتر پرویز چطوره؟ خیلی خوبن. به شما هم سلام رسون. راستی ببینم، تو همون بیمارستانی که کار میکرد هنوز هست؟ بله. مطبم باز کرده یا نه؟ نه خیر. ولی میخواد مریض خونه خصوصی باز کنه و برای همینم اومدم خدمت شما. بسیار خوب، بسیار خوب. پرویز جراح بسیار ماهری. وقتی به انگلستان رفته بودم خبر فعالیتاش من میرسید. خیلی خوشحال میشم اگه بهش کمک کنید تا بتونه بیمارستانی باز کنه و مشغول بشه. باور بفرمایید، پرویزو مثل پسر خودم دوست دارم. متشکرم آقای دکتر، ولی من در مورد پرستارا اومدم با شما یه مشورتی بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. الان آموزشگاه والا حضرت اشرف پهلوی پرستارای خوبی تحویل جامعه میده. بفرمایید بشین. خواهش. خیلی متشکرم. بله آقای دکتر، خواستم به شما عرض کنم که پرویز یک سرپرستاری آورده، میگن که شما اونو خیلی خوب میشناسید. خب اسمش چی؟ ناهید. ناهید؟ آه، ناهید عبدالله. چطور شده با این دختره آشنا شده؟ من اونو از پرورشگاه آورده بودم. پرورشگاه؟ پرورشگاه؟ پرورشگاهی که مخصوص دخترهای سلام پدر. چطور شد بیخبر اومدی؟ پیش آمدی که از مجبور شدم بیخبر بیام. خب انشالله پیش آمده بدی نباشه. مادرم چطوری؟ اتفاقا مادرتم با من بود، ولی رفت خونه و منم الان از دیدن دکتر ناصری بیام. دکتر ناصری؟ مگه پیش اون رفتی؟ بله، اونجا بودم، همه چیزو فهمیدم. پدر، گمانم دیگه دروغ گفتن فایده نداره. شما حقیقتو فهمیدین، ولی آخه گناه ناهید چیه؟ گوش کن پسرم، ما آدمای متعصبی هستیم. اگه این دختر فقیرترین دختر روزگار بود و تو اونو دوست داشتی، به خدا من حرفی نداشتم. ولی آخه این پدر نداره. چی میگی پدر؟ تقصیر اون چیه پدر؟ مگه اون دلش میخواست اینطور به وجود بیاد؟ اگه مردم اینقدر آزاد بودن که میتونستن پدری برای خودشون انتخاب کنن، مسلماً اونم بهترین پدرها رو انتخاب میکرد. با من مشاجره نکن پسر. تو میخوای این آخر عمری آبروی منو ببری. تو باید اینو بدونی، این دختره سر راهیه، سر راهی. میفهمی؟ من اونو دوستش دارم پدر. نمیتونم بدون اون زندگی کنم.
من نمیتونم به خاطر عده جاهل و نادون خودم از سعادت محروم کنم. حس میکنم که من و ناهید میتونیم خوشبخت بشیم. میفهمی پدر؟ اگه اجتماع ما اونو نشناخته و با کمال بیرحمی طردش کرده، من نمیتونم این خفته اونا رو تکرار بکنم. اگه موافقت نکنم چطور؟ من نمیتونم قول شرفی رو که به اون دادم زیر پا بگذارم. قول شرف؟ شرف؟ اون چه میفهمه شرف چیه؟ پدر، پدر و مادرش فرسنگ ها از شرف به دور بودن. بله، پدر مادرش ممکنه، ولی ناهید نه، نه. یعنی میگی تصمیمت قطعیه؟ بله پدر. در این صورت تو را از اولادی خودم طرد میکنم. دیدار به قیامت. تو هستی ناهید؟ گوش کن، من مشاجره تو و پدرتو از پشت در شنیدم. نمیتونم به خاطر خوشبختی خودم تو رو فدا کنم. من اینقدر خودخواه نیستم که بین تو و پدر و مادر جدایی بندازم. نه پرویز، خواهش میکنم برو به پدرت بگو که از این ازدواج منصرف شدی. خواهش میکنم. پس اون وقت تو؟ منم تو رو فراموشت میکنم. چی میگی؟ منو فراموش میکنی؟ بله، برای اینکه ما با هم نمیتونیم خوشبخت باشیم. ناهید، مادامی که ما میون مردمان خودپرست و سخنچین زندگی میکنیم، هرگز نمیتونیم روی سعادت رو ببینیم. چی میگی ناهید؟ مگه اینکه در جایی زندگی کنیم که اطرافمون خالی از اینجور قیود و دشمنی ها و بغض ها باشه؟ آخه اونم که افسوس. حرفای مردم در من هیچ اثری نداره. من فقط تو رو دوست دارم ناهید. ممکن نیست، ممکن نیست ناهید. بذار من به همونجا که بودم برگرد. خواهش میکنم. اونجا منو با آغوش باز میپذیرن، اونجا کسی به من سرکوف نمیزنه، کسی منو به خاطر اینکه سر راهیم تحقیرم نمیکنه. این چه حرفیه ناهید؟ بله، من به همونجا برمیگردم، میونه همون آدما و بعد با نامزدم ازدواج میکنم. نامزد؟ مگه تو نامزد داری؟ بله، بدبختانه اون منو دوست داره. مدت ها مزاحم من بود، به همین دلیل از اون دور شدم که منو فراموش کنه. ولی من اشتباه میکردم، پامو از گلیم خودم بیرون گذاشتم و به بالاتر از خودم نگاه کردم. ناهید، بچه نشو. خواهش میکنم آقای دکتر، ولم کنی، منو فراموش کنی. ناهید، خداحافظ. نه آخه پسرم، پدرت که دشمن تو نیست، اونم صلاح تو رو میخواد. اون میتونه یکی از بهترین دخترهای اعیان تهرون واسط بگیره. ولی مادر، من اونو دوست دارم، نمیتونم فراموشش کنم. مادر جو، این یه هوس زودگذره، خیلی زود میتونی فراموشش کنی. گوش کن عزیزم، تو حالا بذار من به پدرت بگم که از ناهید صرف نظر کردی. آخه ناهید، تو که گفتی ناهید ادعا میکنه نامزد دیگه ای داره. فکر میکنم ناهید این دروغو گفته که ازش متنفع بشه. بعد معلوم میشه. اگه عقیده منو میپرسی، بهترین کاریه که کردی. آره، بهش گفتم نامزد دارم و یه باره که خودم رو خلاص کردم، اما باور نمیکرد. همین جوون است که بهت گفتم. اطمینان داشته باش، من خودم ترتیب کاری میدم. منیر جون، اما همونطور که بهت گفتم، یادت نره. نه، خاطر جمع باش. خب، خداحافظ. Thank you.
دکتر چشم. ببینم ناهید خانم رفته یا هست؟ مثل این که داشتن میرفتن، من که میومدم داشتن لباسشون عوض میکردن. برو بهشون بگو بیان اینجا. اطاعت میشه. ناهید خانم، آقای دکتر پرویز با شما کار داشتن، گفتم تشریف ببرید پیششون. بهشون بگید الان میام. بسیار خوب. ناهید، تو باید به حرفای من خوب گوش بدی. متاسفم دکتر، عجله دارم، باید برم. با هم میریم، صبر کن. من که به شما گفتم همه چیز بین ما تموم شده. ممکن نیست، ما برای هم ساخته شدیم، باید متعلق به هم دیگه باشیم. حالا نرو، کمی تحمل کن، با تو حرف دارم. آخه چطور ممکنه؟ من نمیتونم با شما جایی برم، برای اینکه نامزدم بیرون منتظرم. تو دروغ میگی، تو نامزد نداری. باور نمیکنی؟ حالا که اینطوره پس نگاه کنی. بله، همه کارا تموم شد. عروس هم هیچ ایرادی نداره، هم خوشگله، هم از خانواده ثروتمند و محترمیه. نه پدر. نه نداره، گفتم کار تموم شد. راست راستی عالیه، عاقل باش پسرم، حرف پدرتو گوش کن. منم امروز با پدرش ملاقات میکنم و روز عقد و تعیین میکنیم. از حالان به تبریک میگم پسرم. بچه ها گوش کنیم. ها چه شده؟ لباس های نوتون آماده کنیم. همه تونو دکتر پرویز شب جمعه دعوت کرد. چطور مگه چی شده؟ ازدواج میکنه، جشن عروسیشه. با کی؟ الان براتون میگم با کی. با پروینی مطمئن الملکی. تو رو خدا بگو ببینم مهمونا کیا هستن. صبر کنین واسهتون بخونم. اینا رو همین الان داد که بدم براش ماشین کنم. جناب آقای اعظم الدوله و بانو، سرکار سرهنگ راستیان و بانو، دکتر صمیمی و بانو، دکتر شوبری و بانو، دکتر صبوری و بانو.
دکتر قریشی و بانو، دکتر ناصری و بانو، دکتر عافیت پور و بانو. ناهی جون، راستی هیچ میدونی شب جمعه عروسی دکتر پرویزه؟ به من مربوط نیست. اوه، مثل این که تو از این عروسی زیاد خوشت نیومده ناهید. خیلی پکر شدیم. خواهش میکنم افسانه، کمتر سر به سر من بذار. دیدین چقدر پکر شد؟ ادعا میکنه که دکتر پرویز رو دوستش نداره. تفلک ناهید، ناراحت شد. راست گفتن، زحمت و بلبل کشید و فیض گل را باد برد. سلام. خیلی خوشبختم. سلام. سلام جان. سلام عزیزم. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشبختم. خواهش می‌کنم بفرمایید. بهتون در رنگ میام. سلام علیکم. سلام. مبارک. بهتون تبریک میگم. تبریک میگم. بفرمایید. ان شاء الله که بشه. بیاید تو، بیاید بچه ها. خب ناهید، مثل اینکه امشب تو رو دعوت نکردم. بیچاره ناهید، امشب باید تک و تنها بمونه. امشب تو باید کشیک بدی ناهید. ناهید جون قصه نخور، ایشالله یه شبم عروسی تو میشه. چرا قصه بخوره جونم، مگه شوهر قحطیه؟ یکی دیگه. آره. خوبه خوبه، بیاد بریم، بس دیگه. خدا حافظ. خدا حافظ. ناهید خانم یه مریض آوردن، عجله کنیم، مثل اینکه حالش خیلی بده. مریض اینجاست، بفرم. خانم دستم به دامنت. مگه خانم چشه؟ چرا که ناراحته؟ خونریزی شدید داره، اگه زود بهش نرسید میمیره. بسیار خوب، ناراحت نباشین، الان با دکتر تماس میگیرم. صبر کنی. بفرمید باشه بفرمید بفرمید نبا. آقای دکتر، از مریض خونه تلفن میکنن و شما رو میخوان، مثل اینکه حال مریضشون خوب نیست، گفتن عجله کنید. بهشون بگید الان میام. بسیار خوب. بسیار. دکتر من میرم بیمارستان و برمیگردم. فعلا تا خون برسه فکر میکنم کافی باشه. ولی خونی تو بدنش نمونده. مثل اینکه مقاومتش بد نیست. بله، ولی نمیتونیم بگیم خطرناکم نیست. ها چیه؟ بفرمایید، اینم جواب خونش. از گروه آس. خانم فورا یه شیشه خون از گروه آ بیارید. با من بیا. دکتر خون از گروه آ نداریم. نداریم؟ اگه الان به اون خون نرسه مرگش حتمی. دکتر خون من از همین گروهه. خواهش میکنم، من حاضرم. واقعا حاضری؟ بله آقای دکتر، این وظیفه انسانی منه. اون زندگیش و مدیونش. چه خبر شده بود؟ هیچی چیز مهمی نبود، یه مریض داشتیم که خون ریزی شبستان نداشتیم. اگه ناهید نبود کار اون بیچاره تموم بود. خون ناهید از همون گروه بود که بهش تزریق کرده. واقعا دختر دوست داشتنی. ناهید، بازم ناهید. عجیب.
ناهید خانم. بله. بیایید اینجا. من چطوری از شما تشکر کنم؟ شما در حق من فداکاری کردید، منو از مرگ نجات دادید. وظیفه من بود خانم، کار مهمی نکردم. شما مثل مادر من هستید. مادرت؟ ای کاش مادرت بودم. دختر منم الان باید هم سن تو باشه. چطور؟ مگه شما دختر داری؟ بله داشتم، اما مرد. نمیدونم مرد است یا زنده. چطور؟ آخه چرا نمیدونی چی شده؟ مگه خودم هم نمیدونم چی شده. داستان عجیبی دخترم چی بگم؟ بعد از 20 سال چه میدونم؟ نمیدونم چی شد. حالا بگذاریم. کاری که تو کردی فقط دختری ممکنه برای مادرش انجام بده. این قلبو از کجا آوردی؟ این عزیزترین یادگاری که من دارم. این زنجیر رو از بچگی، از روزی که منو پیدا کردم. نیست؟ پس تو دور مچی دستتم یه رشته مو بوده، نیست؟ چطور؟ بله بوده. شما از کجا میدونین؟ خدای من، این موی سر من بود. و تو هم دختر منی. دخترم. چقدر آرزو داشتم یه روز مادرم رو ببینم. دخترم ناهید، جگر گوشه من. خب مادر، پس پدرم چی شده؟ اون کجاست؟ پدرت؟ پدرت یه شخص بزرگ و محترمی بود، اما به اروپا رفت. بله دخترم، 20 سال پیش بود. من یه دختر دهاتی بودم و اون ارباب ما بود. منم از ترس قوم خیشای متعصبم. تو رو سر راه گذاشتم و فرار کردم. چاره‌ای نداشتم، میخواستن منو تو رو بکشم. نمیدونی چقدر زجر کشیدم که مصیبتهایی رو تحمل کردم. آره دخترم، من زن بدبختی. خب مادر، بگو ببینم این مرد کی بوده؟ دخترم، این مدالی که تو سینت میبینی، من عکس خودم و پدرتو توی اون گذاشتم، لحیمش کردم. شاید یه روزی به درد تو بخوره. مگه تا حالا بازش نکردی؟ نه مادر، هرگز به فکرم نرسیده بود که چیزی توش باشه. بازش کن دخترم، هم عکس من هم عکس پدرتو میبینی، شاید بشناسیش. آخه چرا باز نمیشه مادر؟ لحیمش کردم. برنشو با یه چیز بازش کن. بلنشو دخترم. شناختم. راست میگی؟ شناختمش مادر. آره مادر، الان میرم منزل دکتر پرویز، به همه ثابت میکنم که دیگه من دختر سر راهی نیستم. منم پدر و مادر دارم. نه ناهید جان، نه دخترم. تو یه عالمه از خون خود تو به من دادی.
خستی، استراحت لازم داری، تحمل کن دخترم. آه مادر، خودتو ناراحت نکن. آه اونا باید بفهمن. ناهید، ناهید، ناهید. آروم باشید خانم، شما نباید حرکت کنید. نه، من طوریم نمیشه. راستی ممکنه بگید که این دکتر پرویز کیه؟ دکتر پرویز جراحه و یکی از بهترین دکترای این بیمارستانه. پس با ناهید چه رابطه ای داره؟ والا خانم، آخه بنا بود دکتر پرویز با ناهید خانم عروسی کنه، ولی پدرش مخالفت کرد. امشب هم عروسیشه. چرا مخالفت کرد؟ راستش ما هم نفهمیدیم، ولی فکر میکنم علتش این بود که پدر مادر دکتر پرویز از اینکه ناهید یه پرستار و دختر فقیریه با ازدواجشون مخالفت کردن. آخه اونا خیلی آدمای سرشناس و ثروتمندی هستن، حالا هم خوشگلترین و ثروتمندترین دخترای شهر رو واسش گرفتن. آخه اون کجا این کجا؟ که اینطور. خب پس عروسیشون کجا؟ خونهشون دیگه. خونهشون کجاست؟ خونهشون خیابون پهلوی، کوچه الهیه، شماره 5. بسیار شما بفرمایید، من حالم خوبه. باش. اگه احتیاجی داشتم صداتون. بسیار خوب، پس او زنگو فشار بدین، من میام خدمتتون. با اجازه. خیلی خوب. خوش آمدید. خوش اومدید. با اجازه. تا اینجاش که خیلی. آره همینطوره. خواهش میکنم ناهید، جشن عروسی پسرمو به هم نزن. آره ناهید خانم، خواهش میکنم، ولم کنید. هرچی بخوای بهت میدم، فقط از اینجا برو. بهتون گفتم ولم کنید. آقایون گوش کنید، من یک پرستار معمولی هستم. تو بیمارستانی که آقای دکتر پرویز کار میکنن، کار میکنن. ما هم دیگر رو دوست داشتیم، ولی پدر آقای دکتر پرویز که فوق‌العاده به پسرش علاقمنده، حاضر نشدن که ما با هم ازدواج کنیم، برای اینکه من یک دختر سر راهی بودم. بله، سر راهی. او میخواست دختری برای پسرش انتخاب کنه که باعث افتخار خودش باشه، نه باعث خوشبختی پسرش. من اینجا نیومدم که عروسی دکتر پرویز رو به هم بزنم. من هیچ وقت حاضر نیستم که میون پرویز و پدر و مادرش تفرقه بندازم، ولی اومدم به شماها بگم که من یک دختر بیگناهی هستم. گناهی که دیگری مرتکب شده، من باید کفارش رو پس بدم. بله، 20 سال تحقیرم کردم، 20 سال رنجم دادم. چرا؟ برای اینکه سر راهی بودم. مادر بدبختم 20 سال تمام آواره و سرگردون یک لقمه نون بود، من ازش خبر نداشتم، اما چند دقیقه پیش اونو شناختم و پیداش کردم. اون وقت توسط مادرم، پدرم هم شناختم. پدرم آدم محترم و بزرگ و متشخصیه. خیلی عجیبه، پدرم که باعث این همه بدبختی و رنج و محرومیت ما شده، آدم پاک و بیگناه و محترمیه، اما من آدم گناهکار و سر راهی و بیشخصیه. ناهید خجالت بکش، بس، اینجا جای نرفا نیست. من و مادرم کفاره گناهان تو رو دادیم، دیگه بسه. بله، این پدر محترم من شما هستید، شما. این مزخرفات چیه؟ چه دلیلی داره که این حرفا رو میزنی؟ دلیل میخوای؟ چشم، بفرمید. اینم دارم. با
بازش کن ببین. چی؟ ناهید؟ دختر من؟ بله دختر تو. مادر مدرک جرم تو. مادر دخترم نترس، نمیمیرم. تو رو که پیدا کردم دیگه نمیمیرم. مادر بریم، بریم اونا رو با محیط آلوده و کثیف خودشون بیا بریم. مادر بریم. خداوند شکر. ناهید تو دیگه مال من، من از تو دیگه جدا نمیشم. خب الهی شکر. پس معطل نشی، دستاتونه بدید به من. موفق باشی. من بیا بیا تا ما